بسم الله الرحمن الرحیم. من نرگس حیدری هستم، مدرس آموزش سیستم های تصویرگری پزشکی در فرادرس. توی این درس در واقع ما یه مقدمه از درسمون رو با هم مرور میکنیم که یک سری مفاهیم و تعاریف اولیه رو با هم آشنا میشیم در طیش. تصویر و مفاهیم آن. اگر ما بخوایم یک سری مفاهیم اولیه در مورد سیستم های تصویرگری پزشکی بدونیم، باید یک سری عناوین و تعاریف رو با هم به طور علمی بلد باشیم و هر جور که استفاده شد معنا و مفهومش برامون مشخص باشه. اولین این مفهوم ها خود بیان تصویر هست. ما اگه بخوایم تصویر رو به صورت علمی و دقیق تعریف کنیم، میتونیم بگیم که در واقع تصویر یک بیان مجدد هست از یک جسم سه‌بعدی، یعنی اجسامی که در دنیای واقعی ما حضور دارن خب همه سه‌بعدی هستن. پس ما میخوایم بیان یک جسم سه‌بعدی در دنیای واقعی رو یه بیان جدید ازش داشته باشیم که اون رو در قالب یک سیگنال یا همون تابع ریاضی عنوان می‌کنیم و حالت دوبعدی. هر جایی که کلمه تصویر استفاده میشه منظور تصویر دوبعدی هستش و هر جایی که بخوایم تصویر سه‌بعدی داشته باشیم عنوان میشه تصویر سه‌بعدی. پس هر وقت کلمه تصویر شنیدیم منظور تصویر دوبعدی هستش و در واقع اتفاقی که میفته اینه که میای یک جسم سه‌بعدی در دنیای واقعیمون رو به صورت یک سیگنال که دو بعدی هست، بعد ایگره و ایکس هست، تصویر میکنه. دنیای واقعی ما با سه‌بعد ایکس، ایگره و زد داره تصویر میشه، مپ میشه به یک فضای دو بعدی، ایکس و ایگره. حالا این افی که اینجا میبینیم چی هستش؟ هر نقطه از تصویر ما، یعنی که بیانگر یک نقطه از جسم سه‌بعدیمون هست، در واقع یه عددی داره، یه خروجی داره اون سیگنالمون که بهش میگیم اف ایکس و ایگره که سطح روشنایی تصویر ما هستش. جلوتر با این مفهوم بیشتر آشنا میشیم. خب تا اینجا ما تصویر رو به صورت دقیق و علمی تعریف کردیم و برای اینکه بخوایم حالا این تصاویر رو پردازش کنیم در هر حوزه‌ای، حالا به طور مشخص برای حوزه پزشکی که ما داریم بررسی می‌کنیم، برای پردازش تصویر ما باید یک سری الگوریتم های پردازش تصویر اعمال کنیم روی تصاویرم. این الگوریتم های پردازش تصویر لازمشون اینه که تصویر ورودیشون دیجیتال باشه. یعنی ما با تصاویر آنالوگ نمیتونیم الگوریتم ها رو روشون پیاده سازی کنیم. پس لازمه که تصاویر ما اگر آنالوگ هستن که عمدتاً به همین صورت هستن، باید اول به تصاویر دیجیتال تبدیل بشن تا بتونیم این الگوریتم های پردازش تصویر رو روی اونها اعمال کنیم. حالا ما اگه بخوایم یه تصویر رو با استفاده از یک ماتریس بیان کنیم باید چیکار کنیم؟ چرا میگم ماتریس؟ به این دلیل که خب هر تصویری یک سری نقاطی داره، همونطور که توی نمودار دیدیم، که یک سری عدد باید بهشون نسبت بدیم. پس کافیه که ما بیایم تصویرمون رو، صفحه نمایشگرمون که تصویرش نمایش داده میشه رو قسمت بندی کنیم، به طور تخصصی بهش میگن سگمنت بندی بشه. و حالا مثلا تصویر توی این تصویر برای این صفحه ما 6 در 6 هست، یعنی 6 ردیف و ستون داریم که ما به طور قراردادی با F0 و 0 به ترتیب و حالا بعد F0 و 1، F0 و 2 برای ردیف اول تا ردیف آخر که با F5 و 5 مشخص میشه داریم نقاط تصویرمون رو بهشون آدرس دهی میکنیم. حالا هر کدوم از این F, X و Y های ما یک عددی داره که این عدد همونطور که گفتم سطح روشنی تصویر رو به ما نشون میده. برای همین ما میتونیم همین صفحه پارت بندی شده رو بیاریم در قالب یک ماتریس که درایه های ماتریس ما همون سگمنت های تصویر ما هستن و به جای هر کدوم از این F, X و Y ها ما سطح روشنایی تصویر رو بخواهیم گذاشت. خب تا اینجا پس الان میدونیم که چجوری تصویر تعریفش چی هست و برای چی میایم اون رو با ماتریس تعریف میکنیم و بیان میکنیم و توی ماتریس ما هر درایه بیانگر چی هستش. مفهوم بعدی که با هم خواهیم بررسی کنیم تصاویر نوری سیاه و سفید هستن. تصاویر نوری سیاه و سفید توی اونها روشنترین نقطه رو به نقطه سفید ما میشناسیم، یعنی اون نقطه رو میگیم سفید هست کاملا و تیره ترین نقطه میشه نقطه های سیاه هم. یعنی ما یک تیپ بین سفید و سیاه خواهیم داشت. چرا اینجوری میگیم؟ چون وقتی که یک منبع نوری به جسم ما میتابه، حالا میتونه خورشید باشه، میتونه فلش دوربین باشه،
و حالا جلوتر که بریم توی سیستم های تصویرگری دیگه ما، میتونه اشعه‌ای که ما داریم میتابونیم به موضوعمون، به اون سابجکتمون باشه، این یه نوع منبع نور رو یه جسم تابیده میشه. و حالا هر نقطه از جسم همون درایه های ماتریس مد نظرم ایکس و ایگرگ ها یه انعکاسی دارن که شدت روشنایی مختلفی برمیگردونن. یعنی هر نقطه ای از جسم ما یه شدت روشنایی خاص خودش رو داره، یه نقطه تیره تره، یه نقطه روشن تره، یه نقطه دیگه از همه تیره تره که سیاه نشون داده میشه و یه نقطه از همه روشن تره، مثلا مرکزی که بهش تابش داشتیم که اون نقطه ما سفید میشه. پس توی تصاویر نوری سیاه و سفید ما که گفتم بین طیف سفید و سیاه داریم حرکت میکنیم، نقاط ما بین سفید تا سیاه سطح‌های مختلف خاکستری رو دارن، به این دلیل هست که وقتی منبع نوری ما به جسم تابیده میشه، هر نقطه شدت روشنایی متفاوتی رو منعکس میکنه. بنابراین ما میایم همون اف ایکس و ایگرگ ها رو به عنوان شدت روشنایی های مختلف در نظر میگیریم و در اصطلاح علمی بهشون گفته میشه برایتنس، یعنی همون روشنایی. این برایتنس ها چون بین طیف سفید تا سیاه دارن هر تغییر میکنن، بهشون میگیم سطوح خاکستری یا گری لول ها. یعنی ممکنه یه سطح ما سفید سفید باشه که شدت روشنایش در واقع ماکسیموم هست، برایتنسش ماکسیموم هست گری لولمون، و یه گری لولی ممکنه تیره ترین ما باشه که برایتنسش صفر خواهد بود و میشه سطح سیاه. تصاویر نوری رنگی مفهوم بعدی هست که میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم. هر تصویر سه تا المان داره، یعنی این همون انعکاسی که گفتیم بعد از تابش منبع نوری ما اتفاق میفته، سه تا المان اصلی به صورت جمعی از سه تا رنگ اصلی به ما خروجی میده. یعنی اینجا تابع اف ایکس و ایگرگ ما، یعنی هر نقطه از تصویر ما، خودش سه تا متغیر داره. خروجی ما سه متغیر است. کاری به ورودی نداریم، دقت کنیم ورودی ما تو اون اف ایکس و ایگرگ همون ایکس و ایگرگ ها هستن، خب؟ یعنی محل جسم به درایه های ماتریس و توی اون صفحه پارت بندی شده خونه های مختلف. خروجی ما اینجا سه متغیره هستش، یه تابع سه متغیره داره که جمع سه تا رنگ اصلی هستن. یعنی چی؟ توی این تصویر ببینیم ما رنگ های مختلفی داریم، سبز، آبی، قرمز، بنفش و زرد، زمینه خاکستری، یک سری نقاط سفید و یک بک‌گراندی که سبز و طیف‌های مختلف دیگه توش هستش. هر کدوم از این رنگ‌ها توی تصویر نوری رنگی جمع رنگ قرمز، سبز، آبی، سه رنگ اصلی نور هستن. یعنی ما خروجیمون اون اف ایکس و ایگرگمون خودش میشه سه تا متغیر داره با ضرایب مختلف. یعنی به مقدار ایکس تا رنگ قرمز، مقدار ایگرگ تا رنگ سبز و مقدار زد تا رنگ آبی داره. به طور مثال این رنگ رو نگاه کنیم، رنگ سبز. توی این رنگ واضحه که این اف ما احتمالاً مقادیر خیلی اندکی از رنگ آبی و رنگ قرمز داشته و 95% شاید حتی 100% اون رنگ سبز بوده. یعنی اینجا ایگرگ ما مثلا یه عدد کامل بوده، حالا مثلا 100% بوده و زد و ایکس ما نزدیک به صفر هستن. توی رنگ کناری رنگ آبی رو می‌بینید، اینم به همون ترتیب رنگ سبز و رنگ قرمز هم مثل رنگ سبز، چون خودشون رنگ اصلی هستن، دو المان دیگه مینیمم بودن و المان اصلیشون همون رنگ خودشون بوده. این از رنگ‌های اصلی نور. حالا می‌رسیم به رنگ‌های ترکیبی مثل بنفش و زرد. این رنگ بنفش و زرد خودش تشکیل شده از یک سری مقادیر مشخصی از رنگ قرمز، سبز و آبی. حالا برای رنگ بنفش به طور مشخص اگر حالا آشنایی داشته باشین، رنگ قرمز و رنگ آبی که با هم مخلوط بشن رنگ بنفش رو می‌سازن. یعنی چی؟ یعنی رنگ بنفش ما برای ساخت اینجا برای تصویر ما مقدار زد و مقدار ایکس مقدار زیادی بودن و مقدار ایگرگ مقدار اندکی بوده. برای زرد همینطور، زرد حاصل قاطی شدن آبی و سبز مثلا اگر تعریفش کنیم که نور، اینجوری میشه که مقدار المان قرمزش
کم اندک بوده و مقدار المان سبز و آبیش ماکسیموم بیشتر از X بوده. X های مفهوم دیگه ای ما داریم تحت عنوان تصاویر سودوکالر. تصاویر سودوکالر به معنی اینه که رنگشون مصنوعی هستش. یعنی چی؟ یعنی ما میان یه تصویری داریم، یه جاهایش رو به صورت مصنوعی خودمون رنگ اضافه میکنیم به تصویر. برای چی این کار رو انجام میدیم؟ توی حالا پزشکی به طور مشخص برای اینکه توجه پزشک رو بیشتر جلب کنیم. یعنی یکی از سری از نقاطی که باید توجه پزشک بیشتر بهش باشه، بیشتر روش فوکوس داشته باشه رو ما بیایم بهش رنگ اضافه میکنیم. مثلا قرمزش میکنیم تا اون نقطه رو با دقت بیشتری بررسی کنیم. مثلا توی تصاویر MRI یا تصاویر CT اسکن بیشتر اینو دیده میشه. توی تصاویر سونوگرافی هم اینو به وفور میبینیم که یک جاهایی رو برای اینکه پزشک بیشتر بهش توجه بکنه رنگ قرمز بهشون مثلا مشخصا اضافه میشه. این تصویر رو ببینید، این یه تصویر ایکس ری از یک استخوان، سیاه و سفیده، گری لول کامل هستش. اتفاقی که میفته چیه؟ این عکس در واقع میخواد بیاد تراکم استخوان رو توی قسمت‌های مختلف نشون بده. همینطور که می‌بینیم برای اینکه پزشک توجهش بیشتر جلب شه، ما میایم خودمون به صورت مصنوعی یه جایهایی رو قرمز می‌کنیم که خب لازمه که پزشک به این نقاط قرمز توجه بیشتری بکنه. حالا توی تعریف هر تصویر بستگی فرق داره. و حالا جاهای آبی، جاهای سبز و یا زرد جاهایی هستن که خیلی محلی از توجه بهشون نیست. قسمت‌های قرمز رو می‌خوایم پزشک بهش بیشتر توجه کنه. اینا میشن تصاویر سودوکاله. سودوک به معنی مصنوعی هست خودش. پس یعنی رنگ مصنوعی دارن این تصاویر. تعریف پردازش تصویر در واقع این هست که ما بیایم یه سری تغییرات مشخص توی تصویرمون انجام بدیم تا تصویرمون کیفیت بهتری داشته باشه. یعنی بتونیم بهره برداری از تصویرمون رو بهبود ببخشیم. توی تصاویر پزشکی به این معنی هستش که ما بیایم تشخیص دقیق‌تر و بهتری بدیم. مثلا محل توده رو دقیق‌تر بتونیم متوجه بشیم، یا شدت شکستگی یا شدت چربی کبد رو بتونیم درست تشخیص بدیم. پس تغییرات مشخصی که ما خودمون توی تصویر برای بهبود تصویر انجام میدیم و بهش میگن پردازش تصویر. ما همونطور که گفتم از الگوریتم‌های پردازش تصویر استفاده می‌کنیم که لازمه که روی تصاویر دیجیتال انجام بشن. پردازش خودش دو نوعه. یکی پردازش در حوزه مکان هستش. یعنی چی؟ یعنی ما میایم یه سری عملیات یا همون تغییرات مشخصی که می‌خوایم رو روی پیکسل‌های تصویرمون که در کنار هم قرار دارن، در همسایگی هم هستن، ایجاد می‌کنیم. یعنی کاری که می‌خوایم انجام بدیم رو روی یک تعداد پیکسل یا یک ناحیه از تصویر با پیکسل‌هایی که مشخص هستن انجام می‌دیم. یکی دیگه پردازش در حوزه فرکانس هستش. پردازش در حوزه فرکانس یعنی به اون عملیاتی که می‌خوایم انجام بدیم، اون تغییرات مشخصی که گفتم در پردازش تصویر رو روی فرکانس‌های مختلف تصویر انجام بدیم. فرکانس‌های مختلف تصویر یعنی چی؟ یعنی در واقع وقتی که یه جاهایی ما بیو تصویرمون لبه داریم، مثلا یک گلدون رو در یک پس‌زمینه ساده در نظر بگیریم، حاشیه دور گلدون با پس‌زمینه لبه است. اینجاها ما فرکانس‌های بالا داریم، تغییر داریم. یه سری فرکانس های پایین داریم. فرکانس پایین یعنی چی؟ فرکانس پایین مثلا یه تصویر آسمون آبی صاف رو در نظر بگیریم، توی این تصویر هیچ تغییری وجود نداره. آبی آسمون یک دسته و پس یعنی تصویر ما کلا فرکانس پایین داره. حالا ما اگه بیایم روی فرکانس های مختلف تصویر بنا به تغییری که می‌خوایم انجام بدیم، عملیات انجام بدیم، تغییرات انجام بدیم، میشه پردازش در حوزه فرکانس. پس دو نوع پردازش ما، یکی در حوزه مکان هست، یکی در حوزه فرکانس. ما وقتی میخوایم پردازش تصویر انجام بدیم، لازمه که اول گفتم تصویرمون دیجیتال شه. برای دیجیتال کردن تصویر ما باید اول یه سمپلینگ یا نمونه برداری انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی باید بیایم تصویرمون رو پیکسل بندی کنیم. در واقع همون بیان ماتریسی تصویر هست. ما باید بیایم تصویرمون رو به یک تعداد مشخص خونه تقسیم کنیم که به هر کدوم از این خونه ها یه پیکسل گفته میشه. تعداد پیکسل ما توی هر تصویر بیانگر رزولوشن تصویر یا دقت تصویره. یعنی ما هر چه تعداد پیکسل هایی که داریم رو بیشتر بکنیم، یعنی همین تصویر رو دقت کنیم، به جای 6 در 6 که الان هست، یعنی 36 تا پیکسل، اگه بیایم مثلا بکنیمش 100 تا پیکسل، یعنی چی؟ یعنی این پیکسل های ما سایزشون کوچیک میشن، ریز میشن. پس تغییرات از پیکسل به پیکسل بعدی دقیق تر هست. اگه یه جاهای تغییرات داریم توی این پیکسل بزرگمون توی حالت 36 تایی،
اگه بشه 100 تایی ممکنه توی هم پیکسل تغییرات داشته باشین و با 36 که به 100 تبدیل بشه ما این تغییرات رو بتونیم نشون بدیم توی تصویرم. پس هر چی تعداد پیکسلای ما بره بالا رزولوشن تصویر ما بهتر میشه و بنابراین کیفیت تصویر میتونیم بگیم بهتر شده و به تبعش البته حجم تصویر هم بالا خواهد رفت. مرحله بعدی بعد از نمونه برداری برای اینکه تصویرمون رو دیجیتال کنیم کوانتیزیشن یا سطح بندیه. توی قسمت کوانتیزیشن کاری که ما میکنیم میایم اول همونطور که گفتم روشن‌ترین قسمت تصویر رو به رنگ سفید و عدد 1 نسبت میدیم و تیره‌ترین قسمت تصویر رو به عدد 0 و رنگ سیاه. حالا این فاصله بین سفید تا سیاه رو به چندین سطح تقسیم میکنیم، همون گری لول ها. یعنی هر تعداد گری لول های ما بیشتر باشه پس ما میتونیم سطح بین روشن‌ترین تا تاریک‌ترینمون رو به تعداد سطوح بیشتری تقسیم شده دقیق‌تر بیانش کنیم. یعنی هر گری لولی که به هر پیکسلی میخوایم اختصاص بدیم دقیق‌تره. مثلا اگر این پیکسل ما در عدد نیم قرار بگیره توی تقسیم بندی 10 تایی 0 تا 1 ممکنه اگه بیایم این تقسیم بندی 0 تا 1 رو توی 100 تایی انجام بدیم، یعنی فاصله 0 تا 1 رو به 100 پله 100 100 تقسیم کنی، ممکنه به جای 50 به 53 نسبت داده بشه. خب فرق به اینه این که یک پیکسلی نیم باشه با دقت 1/10 یا 50 باشه با دقت 1/100 خیلی زیاده. به این سطح بندی رابطه مستقیم داره با کنتراست تصویر، یعنی تفاوت سطح‌های ما تعیین کننده کنتراست ما هستن و هرچی این کنتراست ما بهتر باشه دوباره به تبعش حجم تصویر ما بالا میره. به طور کلی دو مفهوم اساسی که توی پردازش تصویر مطرحه، اولیش رزولوشن هستش که همونطور که گفتم با تعداد پیکسل‌هایی که ما در قسمت سامپلینگ تعریف می‌کنیم رابطه مستقیم داره رزولوشن تصویر. هر چه تعداد پیکسل های ما بیشتر باشه پس رزولوشن تصویر ما بهتر هست. در مورد رزولوشن، کنتراست، دقت، حساسیت به طور کلی بهتره که ما واژه بهتر و بدتر رو استفاده کنیم. چرا؟ چون رزولوشن هرچی عددش کوچیک‌تر باشه یعنی تصویر دقیق تره. اما اگه بگیم رزولوشن بالاتر ممکنه این سوء تفاهم پیش بیاد که یعنی عددمون هم کمه. پس بهتر از واژه بهتر و بدتر استفاده کنیم. از طرفی رزولوشن ما یه رابطه مستقیم داره با سرعت سمپلینگ یا نمونه برداری ما. یعنی چی؟ یعنی اگه ما با سرعت 1000 فریم در ثانیه داریم سمپلینگ انجام میدیم با وقتی که داریم با سرعت 2000 فریم در ثانیه سمپلینگ انجام میدیم رزولوشن ما دو برابر متفاوت هستش. هرچه سرعت نمونه برداریمون بیشتر باشه، تعداد فریممون در ثانیه بیشتر باشه، خب واضحه که رزولوشن ما بهتر هستش. گفتم هرچه رزولوشن بهتر باشه به تبعش حجم تصویر فضایی که اشغال میکنه بالاتر. پس ما میتونیم بیایم توی نواحی که مهم هست، نواحی که حالا تغییرات داریم، لبه داریم، رزولوشن رو بیشتر یا بهتر بکنیم توی این نواحی و یه نواحی صاف و اسموث هم مثل همون ناحیه آسمون صاف آبی بیان رزولوشن رو بدتر در نظر بگیریم تا حجم تصویرمون کم شه. این جاهایی که برامون مهمن، نقاطی که محل توجه بیشتر ما هستن، رزولوشن رو بهتر کنیم و جاهایی که خیلی اهمیتی ندارن تصویر رزولوشنش رو بدتر کنیم. اینجوری میتونیم یه ترید آفی بین رزولوشن و حجم تصویر داشته باشیم. مفهوم بعدی که گفتم در پردازش تصویر مهم هست کنتراست هستش. کنتراست همونطور که گفتم توی قسمت کوانتیزیشن تعیین میشه و رابطه مستقیم داره با اون تعداد گری لول ها یا اون سطوحی که ما بین 0 و 1، بین سفید و سیاه، بین روشن‌ترین و تیره‌ترین نقطه تصویر تعریفشون میکنیم. تصویرهای ما توی کنتراست که میگفتیم گری اسکیل هستن، یعنی همون تصاویر سیاه و سفیدی که خودمون در عامه میگیم. یعنی تصاویر ما بین سفید تا سیاه در قالب یه سری سطوح خاکستری تعریف میشن. کنتراست هر چی بهتر باشه، یعنی این گری لول های ما تعدادشون بالاتر. توی تصاویر در بدترین حالت تصویر سیاه و سفید مطلق، یعنی یا سفید یا سیاه، خاکستری وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی ما دو تا گری لول داریم، سطح صفر، سطح یک. سطح صفر برای نقاطی که تیره هستن سیاهن و سطح یک برای نقاطی که سفیدن. به این تصاویر میگیم باینری، یعنی دو سطحی، دو تایی. پس این تصویر گری اسکیل باینری میشه فقط صفر و یک. حالا میشه اون فاصله بین صفر و یک رو گفتم به 10 قسمت تقسیم کنیم یا به 100 قسمت تقسیم کنیم یا حالا بیشتر.
اصولا در مبنای دو هست، یعنی مثلا 255 پله به این صورت از 0 تا 255 256 پله ای خواهیم داشت. الان اینجا نگاه کنین، این دو تا تصویر رو ببینین. تصویر سمت چپ یه تصویر سیاه و سفید یا باینری هستش و تصویر سمت راست یه تصویر گری اسکیل با تعداد پله های بیشتری هستش. نگاه کنین، نقاط تیره این تصویر توی قسمت گری اسکیل تصویر سمت راست وقتی میخواد به باینری تبدیل شده کاملا سیاه، و نقاطی که روشن هستن تا حدی مثل خود این گله یا حالا یه نقاطی توی پس زمینه که روشن هستن به سفید تبدیل شدن. پس توی این تصویر سمت چپ ما دو تا رنگ داریم، سفید و سیاه، اما توی تصویر سمت راست ما چندین رنگ داریم از سفید تا سیاه توی این نقطه. پس این تصویر سمت چپ کنتراست بدتری داره نسبت به سمت راستی. همونطور که گفتم رزولوشن و کنتراست تعیین کننده حجم تصویر ما هستن. هرچی رزولوشن بهتر یا کنتراست بهتری داشته باشیم حجم تصویر ما بالا میره، و به طور مشخص اگه کنتراست بدتر یا رزولوشن بدتری داشته باشیم حجم تصویر ما کم میشه. منظور از حجم تصویر هم اون فضایی هست که برای ذخیره تصویر به صورت دیجیتال ما بهش احتیاج داریم. پس میتونیم برای کاهش حجم تصویر ما توی نقاطی که برام مهم هست یا توی نقاطی که برام مهم نیست تفاوت قائل شیم در کنتراست رو و رزولوشن. یعنی چی؟ یعنی بیاین در قسمت سمپلینگ نمونه برداری و کوانتیزیشن یا همون سطح بندیمون یک نواخت عمل نکنیم، غیر یک نواخت باشیم. جاهایی که مهم هست رو با کنتراست بالا، با کنتراست بهتر، با رزولوشن بهتر، و جاهایی که خیلی برامون مهم نیستن، زمینه هستن یا حالا چندان محلی از اعراب ندارن، کنتراست و رزولوشنمون رو بدتر کنیم. اینطوری میتونیم حجم تصاویرمون رو پایین بیاریم و یک ترید آف خوبی بین حجم تصویر و حالا کیفیت به معنای کنتراست یا رزولوشن داشته باشیم. پس این تریکی که میتونیم داشته باشیم اینه که بیایم نمونه برداری و کوانتیزیشن ما غیر یک نواخت توی تصویر انجام بدیم. این کاری هست که تعیین کننده حجم تصویر و کیفیت تصویر کنار هم میتونیم ما داشته باشیم. تو پردازش تصویر یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که تصویر گری اسکیل رو به باینری تبدیل کنیم. همونطور که گفتم تصویر باینری یعنی یک تصویر گری اسکیل دو سطحی. الان تصویر سمت چپ و سمت راست رو ببینیم، هم تصویر قبلی هستش. اتفاقی که افتاده اینه که برای مثلا گری اسکیل می‌خوایم به باینری تبدیل کنیم، اومده هر پیکسل رو، هر یه دونه پیکسلی رو با یه ترشورد یا سطح آستانه‌ای با عدد تی مقایسه کرده. مثلا این ناحیه از تصویر با تی مقایسه کرده، دیده از تی کوچیک‌تره، پس بهش رنگ سیاه رو نسبت داده. و به تبعش تصویر خود گل رو با اون عدد تی یا ترشورد مقایسه کرده، دیده روشن‌تره، بزرگتره برایتنسش، بهش رنگ سفید یا یک رو تخصیص داده. برای تک تک این پیکسل ها اومده عدد یا هم برایتنسشون رو با اون ترشورد سطح آستانه تی که یه عدده یه که بستگی به خود ما داره که میخوایم چه جوری تصویر سیاه سفید کنیم، ما خودمون تعریفش میکنیم، مقایسه کرده. اگه بزرگتر از سطح آستانه باشه بهش عدد یک، و اگه کوچکتر باشه بهش عدد صفر رو میده. اگه بخوایم در قالب یه تابلوی ریاضی بیانش کنیم و این تصویر جی ایکس و ایگرگ ما تصویر باینریمون باشه، یعنی تصویری که از گری اسکیل می‌خوایم باینری به سیاه و سفید مطلق مپش کنیم، میگیم که اگه تصویر اولیه‌مو، یعنی این سطح تصویر گری اسکیلمو اف ایکس و ایگرگمو توی هر پیکسل از تی بزرگتر باشه عدد یک، یعنی رنگ سفید، و اگه برایتنس داشت اما اف ایکس و ایگرگش از عدد تی کوچیک‌تر باشه بهش عدد صفر یا رنگ سیاهو نسبت میدیم. اینجوری میتونیم یه تصویر گری اسکیل رو به باینری تبدیلش بکنیم. خب چیزی که تصویر نهایی ما رو تعیین میکنه سطح آستانه یا همون ترشورد عدد تیمون هستش. تصور کنین اگه این عدد تی یه عدد خیلی بزرگ باشه بین 0 و 1، مثلا اگه 9/10 باشه چه اتفاقی میفته؟ همه پیکسل های این تصویر که از 9/10 کوچیک‌تر هستن به رنگ سیاه مپ میشن. یعنی علاوه بر اینجا که تیره است، مثلا ممکنه این شاخه حتی این نقاط سفید رو هم بگه از تی کوچیک‌ترن، از اون ترشورد کوچیک‌ترن، پس سیاه هست، و فقط مثلا اینجا که واقعا سفید مطلقه از اون 9/10 بزرگتره از اون ترشورد ما رو بگه خب این از ترشورد بزرگتره و بهش رنگ سفید یا یک نسبت بده. پس یعنی در واقع این سطح ترشورد ما توی روشنایی تصویر ما توی میزان تعداد پیکسل‌های سیاه و سفید تأثیر خواهد داشت.
اینجا ما میخوایم پردازش در حوزه مکان رو معرفی کنیم. توی پردازش در حوزه مکان یه سری عملیات انجام میدیم، مثل عملیات محاسباتی، مثل عملیات های منطقی روی پیکسل ها، مثل عملیات ماسک گذاری یا ماسکینگ روی پیکسل ها انجام میدیم. عملیات تشخیص لبه یا ایج دیتکشن میشه انجام داد روی پیکسل هایی که توی همسایگی هم هستن و عملیات قطعه بندی یا سگمنتیشن. این عملیات ها همونطور که توی پردازش در حوزه مکان تعریفشون کردیم، عملیات هایی هستن که روی یک سری پیکسل های تصویری که در کنار هم در همسایگی هم هستن تعریف میشه. هر کدوم از این عملیات ها یه ریزالت و نتیجه روی تصویر نهایی ما دارن. بعضیشون باعث بهبود رزولوشن میشن، بعضیشون باعث بهبود کنتراست میشن، بعضیشون باعث اتفاقا تار و مات شدن تصویر میشن، این رزولوشنشون بدتر میشه، بعضیشون باعث این میشن که بتونیم یک سری کارها رو قسمت‌های خاصی از تصویر انجام بدیم. و خلاصه پردازش در حوزه مکان به طور کلی گفتم روی همون صفحه تصویر و روی پیکسل ها انجام میشه. برای اینکه پردازش در حوزه مکان رو حالا بیشتر با تک تک عملیات آشنا شیم، عملیات محاسباتی اولین پردازشی بود که گفتیم در حوزه مکان میتونیم انجام بدیم. عملیات محاسباتی یعنی چی؟ یعنی تصویرمون رو مثلا جمع یا ضرب بکنیم. به طور مثال اگر ما ماتریس تصویرمون رو بیایم با یک عدد ثابت 30 جمع بزنیم، اتفاقی که میفته چیه؟ برایتنس کل تصویر ما زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی شما فکر کنید که یک سری پیکسل ها برایتنسشون یک سریشون نیمه، یک سریشون 0.3. حالا ما بیایم با یه عددی جمعش بکنیم، یعنی چی؟ یعنی همه نقطه ها به یک اندازه ثابت 30 داره برایتنسشون افزایش پیدا میکنه. پس به طور کلی برایتنس کل تصویر افزایش پیدا میکنه. عملیات محاسباتی بعدی اینه که ما بیایم ضرب در یک عدد ثابت بکنیم ماتریس تصویرمون رو. یعنی چی؟ یعنی تک تک پیکسل های تصویر ما بیان در یک عدد ثابت به طور مثال 5 ضرب بشن. اتفاقی که میفته چیه؟ مثلا ما توی تصویرمون بیایم تصور کنیم که فقط اعداد 0، 0.1، 0.14 و 1 داریم. حالا اگه همه اینا در یک عدد ثابت ضرب بشن، تفاوت این پیکسل های ما بیشتر میشه. درسته؟ یعنی اتفاقی که میفته چیه؟ کنتراست ما بهتر میشه. یعنی تفاوت سطح روشنایی های ما زیاد میشه. یعنی در اون قسمت سطح بندی ما فاصله پله هامون، فاصله سطوحمون از هم بیشتر میشه. کنتراستمون بهتر میشه. بعدی اینه که بیایم دو تا تصویر رو از هم تفریق کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما یه تصویری داریم، بیایم یه تصویر دیگر رو پیکسل به پیکسل. بچه تمام عملیات هایی که در حوزه مکان هستن، مخصوصا در حوزه محاسباتی، پیکسل به پیکسل انجام میشن. یعنی چی؟ یعنی پیکسل اول تصویر اول، پیکسل اول تصویر دوم ازش کم میشه. به همین ترتیب تا آخرین پیکسل تصویر اول که آخرین پیکسل تصویر دوم ازش کم زده میشه. اتفاقی که میفته چیه؟ تفاوت این دو تا تصویر باقی میمونه. یعنی چی؟ به طور مثال اتفاقی که میفته توی حالا پدافندهای هوایی شاید بیشتر استفاده بشه، توی پزشکی هم حالا براتون توضیح میدم چطوری. شما فکر کنید یک آسمون صاف آبی داریم توی تصویر اول یا تصویر دوم، فرقی نمیکنه. حالا تو تصویر دوم که مثلا با یک تأخیر زمانی گرفته شده، مثلا 5 دقیقه بعد یه هواپیما توی این آسمون هست. حالا اگه بیاین تصویر آسمون صاف با تصویر آسمونی که یه هواپیما داخلش هست از هم کم کنیم، چی میمونه؟ فقط تصویر هواپیما میمونه. بقیه پیکسل ها که مشابه هم هستن وقتی از هم تفکیک بشن صفر میشن، یعنی سیاه نمایش داده میشن. فقط اون قسمتی از تصویر، مثلا این ناحیه از تصویر که یه تغییری توش ایجاد شده، یه هواپیمایی وارد شده، داره سفیده و حالا اون شمایل هواپیما رو نشون میده. پس ما میتونیم بفهمیم که یه هواپیما وارد زمینمون شده. توی مثال پزشکیش اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، اگر بخوام روند یک بیماری رو با هم بررسی کنیم، یه عکس یا یه تصویر رو از بیمار توی یک تاریخی میگیریم و حالا مثلا با فاصله زمانی یک ماهه، با فاصله زمانی دو ماهه تصویر دوم رو ازش میگیریم، از همون ناحیه، با همون زاویه، با همون دستگاه، باید همه شرایط یکسان باشه. حالا اگر بیاید این دوتا تصویر رو از هم کم کنیم، میتونیم بفهمیم که آیا توی بافت مورد نظر ما تغییر ایجاد شده، آیا توده سرطانی ما رشد کرده. مثلا اینجا توده سرطانی ما یک دایره به ابعاد 1 میلیمتر 1 میلیمتر بوده،
حالا توی تصویر دوم اگر خواد روش کرده باشه رو یک دایره با ابعاد مثلا 1.5 میلیمتر در 1.5 میلیمتر یا 2 میلیمتر در 2 میلیمتر. خب وقتی این دو تا تصویر از هم کم بشن اون قسمت روش کرده تومور باقی میمونه و ما متوجه میشیم که سایز تومور افزایش پیدا کرد. پس اگه دو تا تصویر از هم تفریق بشن میتونیم تفاوت های دو تا تصویر رو متوجه بشیم. عملیات بعدی عملیات منطقی هست یا لاجیکالی هست که توی حوزه مکان میتونیم انجام بدیم. یعنی عملیات هایی که با صفر و یک کار میکنن. اتفاقی که میفته اینه که ما فقط میتونیم این عملیات رو برای تصاویر باینری یعنی تصاویر سفید و سیاه مطلق انجام بدیم که خودشون پیکسلاشون صفر و یک هست. چون میخوایم با عدد صفر و یک فقط کار کنیم. با تصویرهای گری اسکیل نمیتونیم انجام بدیم. پس اگر نیازه که تصویر گری اسکیل ما روش عملیات لاجیکال انجام بشه باید حتما تصویر ما باینری باشه. توی این عملیات هم ما پیکسل به پیکسل متناظر کار رو انجام میدیم. یعنی پیکسل اول از تصویر رو با عملیات منطقی که حال خودمون یک ماتریسش کردیم انجام میدیم. یعنی پیکسل های متناظر تو دوتا تصویر یا دوتا ماتریس درگیر میشن. نگاه کنید. اولین عملیات منطقی که به ذهنتون میرسه اند هستش. اند یعنی چی؟ یعنی ما بیاییم پیکسل های متناظر دوتا تصویر رو با هم اندشون کنیم. حالا جوابش چی میشه؟ اگر که دوتا پیکسل ما یک باشن خب حاصل اندشون هم یک میشه. اگر پیکسل های متناظر دوتا تصویر صفر باشن هر جفتشون یا حداقل یکیشون صفر باشه و دیگری یک باشه حاصل اندشون خب دوباره صفر میشه. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که از اند دوتا تصویر فقط جاهایی یک خواهیم داشت که دوتا پیکسل یک بودن. یعنی ما میتونیم نقاط مشابه دوتا تصویر رو پیدا کنیم. نقاط سفیدش و نقاط سیاه هم که خب سیاه هم با هم باشون کاری نداریم و واقعا دوباره سیاه میشه. پس ما میتونیم اینجا نقاط روشن یا همون سفید تصویرمون رو پیدا کنیم. عملیات منطقی بعدی اور هستش. اتفاقی که میفته چیه؟ اگر دوتاشون یک باشن دوتا پیکسلمون یا حداقل یکیشون یک باشه و دیگری صفر باشه حاصل اور دوتا تصویر توی هر پیکسل یک میشه. فقط جایی صفر میشه که دوتا پیکسل خودشون صفر باشه. پس انگار که ما داریم دو تا تصویر با هم جمع می‌کنیم. دقت کنید پیکسلی که یک هست با پیکسلی که صفر هست اورشون یک میشه، انگار که با هم هم جمع شدن. و دو تا پیکسلی که یک هستن هم حاصل جمعشون دوباره یک میشه، داریم جمع می‌کنیم. یعنی نقاط سفید هر دو تا تصویر رو می‌یاریم توی یک تصویر. انگار که اینا دو تا تصویر رو با هم جمع می‌کنن. نقاط سیاه دو تا تصویر هم خب دوباره سیاه نمونن، که انگار دوباره باز هم جمع شدن. فرقی نمی‌کنه. عملیات بعدی عملیات XOR هستش. عملیات XOR فقط جایی ما یک داریم که چی باشه؟ نقاطی از دو تا تصویر ما که یکیشون یک باشه. یعنی یکیشون سفید باشه پیدا میکنه. یعنی اگه جفتشون یک باشن مثل هم باشن یا اگه جفتشون صفر باشن یعنی سیاه باشن حاصلش میشه صفر و سیاه. فقط نقاطی از دو تا تصویر که یکی از اونا سفیده رو پیدا میکنه. انگار که داریم نقاط سفید دوتا تصویر رو میاریم توی یه تصویر دوباره و نقاط سیاه یا نقاطی که جفتشون سفیدن مثل همان حذف میشه. عملیات بعدی عملیات ماسکینگ یا ماسک گذاری هستش. این عملیات بر اساس یه سری درایی هایی که توی همسایگی یه درایی هستن انجام میشه. یعنی ما یکی از پیکسلامون یا همون یکی از درایه های ماتریسمون رو که در نظر بگیریم یه سری پیکسل توی همسایگیش هستن. برای هر پیکسلی این همسایگی وجود داره که توی این پیکسل ها ما عملیاتمون رو انجام بدیم. حالا اگه بخوایم به طور دقیق همسایگی رو تعریف کنیم به تعداد مشخصی از پیکسل ها که اطراف یه پیکسل هستن همسایگی گفته میشه. خب ابعاد این همسایگی میتونه متفاوت باشه. میتونیم یه همسایگی 3% داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی ابعاد 3 تا ردیف در 3 تا ستون اطراف ماتریسمون، اطراف درایه‌مون رو بگیریم. یا همسایگی 5/5، 5 ستون و 5 سطر اطراف اون درایه یا اون پیکسلمون رو در نظر بگیریم. بسته به کاری که میخوایم انجام بدیم میتونیم تعیین کنیم که چه تعداد پیکسلی درگیر این عملیات ماسکینگ ما باشه. با عملیات ماسکینگ میشه خیلی کارهای مختلف انجام داد. وقتی خود ما ماسک رو طراحی بکنیم میتونیم به هدفی که میخوایم برسیم. نکته مهم اینه که اگه توی این حاشیه ها باشیم چی؟ یعنی پیکسل های حاشیه تصویر، پیکسل هایی که توی ردیف و ستون آخر هستن
اتفاقی که میفته، خب الان برای اینا که بخوایم همسایگی تعریف کنیم یه تعدادی پیکسل وجود داره تو تصویر ما، مثلا برای آخرین پیکسل پایین سمت راست تصویر دقت کنیم، بخوام یه همسایگی 3% تعریف کنیم، یعنی 9 تا پیکسل اطراف پیکسلمون، ما فقط 3 تا از این پیکسل ها رو داریم تو تصویر و بقیه پیکسل هامون وجود نداره. برای این کار میایم یه سطر و ستون خودمون اطراف این تصویر تعریف می‌کنیم، یه سطر و ستون دیگه، خب دوتا تصویر اصلی نیست ما قرارش دادیم، حالا میتونیم صفر در نظرش بگیریم، میتونیم بیاریم همین سطر رو این پایین دوباره تکرار کنیم، همین ستون رو این سمت راست تکرار کنیم، سطر بالا دوباره بالا تکرار بشه و ستون سمت چپ دوباره این پایین تکرار بشه، فرقی نمی کنه، میتونم همه اینا صفر تعریف بشه. بنابراین پس میای سطر و ستون های حاشیه رو تکرار میکنیم تا محاسباتمون برای پیکسل های حاشیه راحت تر انجام بشه. ماسکای مختلفی میتونیم تعریف کنیم همونطور که گفتم. مثلا اگر بخوایم یه متوسط گیری کنیم از اون تعداد پیکسل هایی که در حاشیه پیکسل ما هستن، میان چیکار میکنیم؟ میان میانگین همسایه های اون پیکسل رو میگیریم، بعد عددش رو، اون برایتنسش رو به جای پیکسل خودمون قرار میدیم. یعنی مثلا در یک همسایگی 9 تایی یا 3% میان میانگین اون 9 تا پیکسل اطراف رو محاسبه میکنی و به جای پیکسل خودمون توی مرکز قرارش میدیم. از لحاظ ریاضی در واقع داریم میریم چی کار میکنیم؟ در راستای ایگرگ از ایگرگ همسایه اول تا ایگرگی که همسایه آخر تصویر ما هست، از پایین تا بالاش، و همسایه ایکساش یعنی از سمت چپ تا سمت راست تصویرمون پیکسل به پیکسل جمع میکنیم و حالا چون داریم در یک همسایگی 9 تایی تعریف میکنیم تقسیم بر 9 میکنیم. این تعریف ریاضی میانگین گیری یا متوسط گیری هستش. اتفاقی که میفته، حالا پس باید چه ماسکی تعریف کنیم که این عملیات ریاضی رو بیا تعریف کنه؟ یعنی ما میایم یه ماتریس یا یه ماسک 3% با درایی های 1/9 روی هر کدوم تعریف میکنیم. این ماسک یا این ماتریس میاد ضرب میشه دقیقاً روی همسایگی پیکسل ما، یعنی این ماتریس رو فکر کنید میایم میزنیمش دقیقاً روی تصویرمون با مرکزیت پیکسل مورد نظره و ضربش میکنیم، یعنی میشه عملاً همون عملیات ریاضی که توی این ماسک داریم انجام میدیم. انگار مثلا اومدیم گفتن در یک عدد ثابت میشه ضرب شه، حالا اومده عدد ثابتش 1/9، یعنی کوچکتر از 1. پس اتفاقی که میفته اینه که داره چی میشه؟ من اونجا گفتم اگه در یک عدد ثابت ضرب بشه، اگر هم عدد ثابت حالا بزرگتر از 1 باشه، گفتم کنتراست بهتر میشه. اینجا داره در یک عدد ثابت کوچکتر از 1 ضرب میشه، یعنی فاصله های پیکسل ها میخواد از هم کم بشه. وقتی این ماسک رو به ترتیب روی تمام پیکسل ها ما بلغزونیم، از پیکسل اول تصویرمون شروع کنیم، این مرکز ماسک رو بذاریم، عملیات انجام بدیم، جایگزین پیکسل کنیم تا آخرین پیکسلمون، اتفاقی که میفته یعنی کنتراست ما بدتر میشه. نتیجهش چیه؟ محو و تار میشه تصویرمون. در اصطلاح علمیش میگیم تصویرمون بلر شده، محو شده یا اسموث شده، نرم شده تصویر ما. همون اتفاقی که یعنی کنتراست ما بدتر شده. پس عملیات متوسط گیری در واقع متناظر با افت کنتراست. خب پس الان ما فهمیدیم که متوسط گیری نتیجهی که اتفاق میفته در واقع اینه که میاد تصویر ما تقسیم ثروت میشه، یعنی یه جاهایی که خیلی روشن بود تو تصویر ما با یه جاهایی که خیلی تیره بودن تفاوتشون کم میشه، یعنی اون تیره های کم روشن تر میشن. چرا؟ چون اطرافشون رو داریم جمع میکنیم باهاشون و نقاط روشنمون یکم تیره تر میشن، چون دوره اطرافشون که تیره بوده داره جمع میشه و متوسطش خب قطعا کمتر میشه. نتیجه این دو تصویر رو ببینیم، تصویر بالایی رو اگر بخوایم توی یه ماتریس متوسط گیری مثلا حالا 1/9 به خاطر اینکه همسایگیمون رو 3% تعریف کردیم ضرب کنیم، حالا 5 تایی فرقی نمی‌کنه توی سرعت کار سایز این ماتریس تاثیر گذاره، نتیجهش رو ببینیم. الان این تصویر رو ببینیم محو شده، تار شده، کنتراستش بدتر شده.